جواب نمیده. من میرم. کجا میری خاله؟ باید فرهادو پیدا کنم. مگه میدونی کجاست؟ نمیدونم. پس چجوری میخوای پیداش کنی؟ جواب تلفنم که نمیده. پیداش میکنم، یه جوری پیداش میکنم. تو مگه خبری شد بهم زنگ بزن. خب وای عشقو ببین. اما خب خاله هم یکم حق داره. داداش چیزی نیست. چی کار کردی پسر؟ زندگی تو نجات داد. چی کار کردی مرتکه؟ داداش چطور میتونستم جلوی تو رو بگیرم؟ خیلی غلط کردی. بازش کن ببینم. بازش کن. چیو باز کنم؟ زدی دیگه. چیو باز کنم؟ میخوام ببینم چطوری زدم. خوب زدی. خوبه پس. ولم کن بابا، ولم کن. با کراوات بستمش. چه کراواتی؟ باشه بابا، ولم کن. این پیش من بمون. گفتم ولم کن. خسته نباشین. خوش اومدین آقای دادستان. تموم شد. بفرمایین. آقای دادستان؟ بله. این مال شماست. کی فرستاده؟ تحویل پلیسای دم در دادن. باشه، ممنونم. مبارک باشه. ممنون. دادستانا کراوات میزنن. چه زندگی عجیبی داریم مگه نه؟ یعنی زندگی داغونی داریم. آدم نمیتونه به داداشش هم اعتماد کنه مگه نه؟ ببین عقلتو نمیرسه. واقعا عقلتو نمیرسه. این کار اونجور که تو فکر میکنی نیست. تو این آدم رو نمیشناسی. ای والا تو میخوای از من محافظت کنی. ای والا. اما من مجبورم از تو، از همه خانوادم محافظت کنم. هیت میفهمی چی میگم؟ من و تو به هیچ وجه نمیتونیم به هم برسیم. راه های ما جداست. تو به راه خودت برو، من به راه خودم. فهمیدی؟ الانم برو کنار. نه داداش. داداش نمیری. برو کنار. اونجا منتظرتن. داری میری بمیری، میفهمی؟ میخوای بری اونجا دستگیرت کنن؟ من اجازه نمیدم پسر، اجازه نمیدم. از سر رام برو کنار. نمیذارم تو بری. فهمیدی؟ ببین منو. این دفعه به پات چلیک نمیکنم. به خدا این دفعه به پات چلیک نمیکنم. الو. آسلی. الو ایت. میدونی فرهاد کجاست؟ باید پیداش کنیم. داره یه کارای بدی میکنه اما نمیدونم چیه. تو نگران نباش، من بهش شلیک کردم. چی؟ ببین منو. زود بیا اینجا اینو ببر. کجایی؟ تو خیابون زکریا کوی هستی. اصلی داره میاد. لاستیکت هم پنچر کرد. از لاستیک ماشین من چی میخوای ها؟ مشکل تو با لاستیک ماشین من چیه؟ خوشم یا چوب لاچرخت کنم، فهمیدی؟ فرهاد. اصلی، برای اینکه جینه رو به پاش شلیک کردم. اگه خواست بره اصلا دلت براش نسوزه. تو هم بهش شلیک کن.
کراوات من بعدن ازت میگیرم، میرم سر کارم. بذار زخمتو ببینم. بیا فرهاد، فرهاد بذار پاتو ببینم. کجا داری میری؟ کجا میری فرهاد؟ الو رمزون، من تو زکریا کویم، بیا اینجا اصلیو با خودت ببر. برو کنار. سوار ماشین نمیشی، پیاده شو. پیاده نمیشم. بهت گفتم پیاده شو. پیاده نمیشم، هر جا بری منم باهات میام فرهاد. دارم میرم بمیرم، الان از این ماشین پیاده شو. اینجوریه؟ تو از من چی میخوای؟ ها؟ مگه همونی که میخوای نشد؟ مگه طلاق نمیخوای؟ بگو ببینم. مگه نمیخوای طلاق بگیری؟ مگه رابطمون تمام نشده؟ دخترم به زودی خوب میشه. تو رو به خیر و ما رو به سلامت. باشه. پس به اون چی بگم؟ به کی؟ به بچه‌مون. نتونستم. وضعیت چطوره؟ فعلا آروم قربان، ترینی ها منتظرن، هنوز حرکت نکردن، احتمالا منتظر رئیسشون هستن. برای رئیسشون کار پیش اومد. نفهمیدم قربان. حواستون باشه، مراقب باشی، منتظر خبر من باشی. اجازه میدی زخمتو ببینم؟ کدوم زخممو؟ بگو کدومشونو؟ کدوم زخممو؟ اینو؟ داداشم زده، مشکلی نیست. اینو میخوای ببینی؟ این یکم درد داره. زنم زده. همون زنی که میخوای طلاقش بدی؟ همون زنی که میخواست بچه‌مو ازم بدزده. همون بچه‌ای که خودت گفتی سختش کن. برنامه چی بود؟ میخواستی از من طلاق بگیری یا بچه رو دور از من بزرگ کنی؟ ها؟ برای همین بهم دروغ گفتی؟ دقیقا هنوزم همینه. خب چرا اومدی؟ چرا اومدی ها؟ ببین من دارم میرم بمیرم. چرا اومدی؟ میگم برای چی اومدی؟ تو چرا اومدی دم در بیمارستان؟ تو جواب بده، زود باش، بگو. الان رمزون میاد تو رو با خودش میبره. میری خونه، حق نداری از خونه بیای بیرون تا وقتی اون بچه رو به دنیا بیاری. نه بابا. دقیقاً چی کار میکنی؟ میخوای بچه رو از من بدزدی؟ تا وقتی بچه رو به دنیا بیارم تو اون خونه میمونم، بعدش بچه رو ازم میگیری یا میریاره؟ سوار ماشین شو، پیاده شو، اینو ببر خونه. تو میخوای چند نفر رو بکشی ها؟ یکی؟ دوتا؟ سه تا بشه. نشد نامکان، نشد. چی نشد؟ بهمون حمله کردن. آرتیست تو نیومد، اما مشکلی نیست، ما از اونی که بهمون حمله کرده انتقام میگیریم و از تو پولمونو پس میگیریم. یعنی چی نیومد؟ زود باش،
باشه. زود باش. میتونم این کارو بکنم. زود باش. من یه بار رو اون تخت خوابیدم. فکر میکنی نمیتونم؟ من خیلی وقته که مردم. باشه. حالا که نمیتونیم با هم زندگی کنیم، پس با هم بمیریم. باشه. زود باش. ببینم میتونی بزنی؟ تو الان دو تا جون داری. ها؟ جون من ارزشی نداره دختر. برای من هیچ فرقی نمیکنه. زود باش. بزن. بزن. زود باش بزن. همونطوری که به من زدی بزن. نرو. نکن. نرو. نکن. نرو. نکن. نکن. فرهاد کجاست؟ خونه نیستن آقا نامیک. وقتی اومد بگو سری بیاد تو اتاقم. اسمت چی بود؟ هرچی تو بخوای همونه. الو، خواستم بگم عملیات ما با موفقیت انجام شد. تو متوجه نیستی چی کار کرده اید؟ کار درست انجام دادم. کجایی؟ خونه. یکی دو ساعت دیگه میام دنبالت. باشه. کجا؟ خونه. رمزون کجا بودی تو؟ یعنی داداش رمزون؟ اصلا نپرس. هنوز دارم فکر میکنم چیزایی که دیروز دیدم فقط یه خواب بود یا نه. آره، خب یه هو کجا غیبتون زد؟ اول آقا فرهاد، بعد اصلی خانم، بعدشم تو. دیروز خیلی اتفاقای بدی افتاد، اما اتفاقای خوبی هم افتاد. دیروز کلی اتفاق افتاد هولیا. چی میگی؟ چرا داری معما تر میکنی؟ هولیا، گلسومو دیدی؟ نه یه تر خانم، من ندیدمش. اینو یه دقیقه بگیر ببینم. باشه، بیتین به من. خوش اومدی عزیزم. سلام به روی ماهت. بهت خیلی میاد. به اصلی خانومم خیلی میاد. خدایا لطفاً اونطوری نباشه.
باید زخم تو ببندی. چیزی نیست. پاشو دختر پاشو. مامان نلای بدون مادر بشی. پاشو پاشو ببینم. زود باش خاله. خاله خدا رو شکر داشتم از نگرانی میمردم. آقا فرهاد، آقا نامی که از دیشب سراغ شما رو میگیرن خیلی عصبانیه. برو بالا. چشم قربان. بیا ما هم بریم عزیزم. ساعت چند اومدی؟ دیشب نخوابیدی؟ اوف، فقط همینو کم داشتم که تو سوالا جوابم کنی. این دیگه چه رفتاریه؟ ببین من خیلی عصبانیم، تو هم بیشتر از این عصبامو خورد نکن. دست از سرم بردار. ای بسه دیگه، بسه. ایدیل برو، ایدیل گورو تو گم کن. ایدیل دست از سرم بردار. نامیک، من زن تو هم، زنت هم، خدمتکارت نیستم. با زینب و هولیا همینطوری رفتار نمی کنی. دیگه شورشو در آوردی. پشت سرم نقشه بکش، تو چشمام نگاه کن و به هم دروغ بگو و علکی بگو یه تر بچه‌م انداخته. ها؟ تو فکر میکنی کی هستی؟ خیلی زرنگی؟ برو دعا کن نان دختمت بیرون. دهنتو ببند. به چه حقی به من اینجوری حرف میزنی؟ ها؟ با یه دروغگو و کلا بردار هر طور که لازمه حرف بزنم اونطوری حرف میزنم. نامیک برو بیرون. گفتم برو بیرون. تو ما رو کلن نابود کردی. خاله ببخشین پایین باهات بد رفتاری کردم، اما خیلی ترسیده بودم. نصف شب یهو غیبت زد، تا صبحم نیومدی. هیچی هم که نمیگی. من فکر کردم وقتی برمیگردین همدیگر رو بغل و بوس میکنی. خیلی عصبانی اومدین تو. عصبانی شد. حالا حق با اون بود یا نه؟ حق با اون نبود جولیده، کاملا حق با من بود. خیلی خوب باشه، تو آروم باش، به بچت فکر کن. الان تنها چیزی که مهمه اونه. باشه، خواهش میکنم، من نمیخوام تو رو اینطوری ببینم. لطفا نابود شدیم، واقعا نابود شدیم. الان فکر میکنی اونا حساب اینو از همون نمیپرسن؟ هشتو تریلی جنسشونو گرفتن، جونشونو به زور نجات دادن، جونی که به تو، به من و به ما امانت داده بودن. میدونی تقاصه اینا کی باید پس بده؟ میدونی چی داره منو اذیت میکنه فرهاد؟ کسی که ما رو تو آتش انداخته دشمن نیست، تویی. این که چرا اونجا نبودی، چرا نرفتی، اصلا برام مهم نیست. فقط دارم نتیجه کارو میبینم. میبینم و چی میبینم؟ این که نابود شدیم. اصلا برام مهم نیست چقدر ازمون پول بخوان، چقدر از اعتبارمون کم شده. همشو بیخیال، حتی نمیدونم زنده میمونیم یا نه. این آدمایی که سر سفره ما میشینن، مادرت، خواهرت، آبدین، هاندان، تو بشقاب همشون زهر ریختی.
یه جوری حلش میکنیم دایی. چطوری؟ اینو بگو تا منم بدونم، باشه؟ خدایا اگه به جای من یکی دیگه میامد تو اتاق و شماها رو اونطوری میدی چی؟ ها؟ خدایا آی خدایا بهم صبر بده. خدا چه آبرو ریزی، آخه این چه آبرو ریزیه؟ مامان چه آبرو ریزی؟ میگم چیزی نیست. یعنی چی چیزی نیست؟ مثل عاشقا کنار هم دیگه کپیده بودین، بعد میگه هیچی نیست مامان. دیگه غلطایی که داری میکنی حد و اندازه نداره. تو بغل آبدین چه غلطی میکنی ها؟ آره دیگه، این چه سوالیه؟ معلومه شوهرته، چرا باید تعجب کنم؟ صبر کن صبر کن، یه چیز خیلی مهمتری هست. یعنی چی یه چیز مهمتری هست؟ ها؟ باز دنبال کدوم مسخره بازی هستی؟ این چه آبروریزیه؟ خسته شدم از بس کثافت کاریتو تمیز کردم. تو چی گفتی؟ یعنی چی چیز مهمتری هست؟ ببین منو گلسوم، خواهش میکنم چیز بدتری نگو. آبدین میدونه جنید بابای نجدته. چی داری میگی؟ یعنی چی میدونه؟ میدونه دیگه. نکنه خودت بهش گفتی؟ معلومه که من نگفتم، ای کاش من میگفتم، اینطوری آبروم نمیرفت. دروغ نگو گلسوم، تو گفتی؟ آره؟ مامان چه دروغی؟ معلومه که اون روز ما حرف میزدیم همه چیو شنیده و چیزی به همون نگفته، وگرنه از کجا میخواد بفهمه؟ آی خدایا من باید چی کار کنم؟ ببین منو، این الان کاری نمی کنه دیگه. نه دیگه چی کار کنه مامان؟ ها؟ چی کار کنه؟ آغوششو واسه منو نجدت باز کرده. نمی کنه، فقط داری کاری که اون کرد و هیچ کس نمی کنه. نمی کنه. اما تو بغل آبدین چی کار می کنی؟ ها؟ چی کار می کنی؟ بهش پناه بردم مامان، پناه بردم، رفتم اتاقش، خواستم ازش تشکر کنم، خواستم گونهشو ببوسم، اما خیلی مست بود، کلی با هم حرف زد، کلی چیز برام تعریف کرد، البته یک کلمه هم نفهمیدم، بعدش بغلم کرد یه جوری که انگار تمام وجودم گرم شد. 2 دقیقه خواستم کنارش دراز بکشم، چیز خاصی نشد. 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه. انقدر دلم واسه این حس تنگ شده بود، انقدر واسه این احساسات تنگ شده بود که خوابم برده. نمیدونم چطوری توضیح بدم، من هیچ وقت انقدر عمیق، انقدر خوب احساس امنیت نکرده بودم. چطوری میخواد بشه ها؟ چطوری میخواد بشه؟ میخوای قسمندیش کنی؟ تو اصلا میدونی چی داری میگی؟ این آدم ها اول دادستان و پلیسی که این کارو کردن و... ایت آره؟ ایت ها؟ ایت؟ نکنه برای اینکه داداش عزیزه تو کارش موفق بشه با همین نقشه رو کشیدین و به هم خیانت کردین؟ بفهم چی داری میگی؟ گفتم این کارو کردی؟ بفهم چی داری میگی؟ سوء تفاهم نشه، اما وقتی همه جا مثل جهنمه طبیعیه این حرف از دهنم در میاد. اینطوری یا اونطوری به اون داداشت بگو اگه اندازه یه گنجیشک عقل داره کتشو برداره، دست زن و بچهشو بگیره، سوار اولین هواپیما بشه، اولین هواپیمایی که به دورتر اینجا میره. معلوم نیست کار اون باشه یا ندایی. آها، داری ازش دفاع میکنی؟ آره هنوز داری ازش دفاع میکنی. خوبه خوبه، دفاع کن، اما چیزی که گفتم رو بهش بگو، چون اونم زنده نمیذارن از ما گفتن. نامیش خان، امیدوارم برای جبران ضررمون تماس گرفته باشین. کسی که بهتون حمله کرده ای تسلانه تو این مدت کم اگه تونسته این کارو بکنه، پس نباید همه تقصیر رو گردن ما بندازیم. شما اول اون سیب خرابی که بینتون هست رو پیدا کنین. جالبه، به ما اجازه میدی؟ جولیده
اما حرف اولش رو درست گفتی. باشه داداش فرهاد، عصبانی نشو، شوخی کردم. برو بیرون. چرا این کارو کردی؟ چه کاریو؟ اصلی چرا این کارو کردی؟ چه کاریو؟ منو دیوونه نکن. تو منو دیوونه نکن. منو دیوونه نکن. تو منو دیوونه نکن. منو دیوونه نکن. منو دیوونه نکن. تو کاری کردی زنی که بچه تو شکمش اسلحه رو سرش بذاره. پس تو منو دیوونه نکن. من تو رو دیوونه میکنم آره؟ مقصر همه چی من شدم آره؟ دقیقاً منم. مقصر همه چی منم. هیچ مشکلی نیست. همه یه اشتباه رو من انجام میدم. راضی شدی؟ راضی شدی؟ نشدم. الان به اون وکیلت زنگ بزن بگو ما بی خیال طلاق شدیم. بی خیال شدی؟ ما بی خیال شدیم؟ چیزی به اسم ما نمونده فرهاد. مونده؟ بگو ببینم چیزی به اسم ما مونده؟ بهت گفتم کارمو از دست دادم، داداشمو از دست دادم، گفتم که کسی رو ندارم، تو این زندگی کسی برام نمونده. دعوای زن و شوهریه. عشق هر چقدر بزرگ باشه دعوام همونقدر بزرگ میشه. صابونه آماده است؟ ازت سوال پرسیدم عزیزم، صابونه آماده است یا نه؟ آماده است. خوبه، پس ما اونا رو راحت بذاریم. صداشونم قطع شد. در ضمن کنجکاوی زیادم خوب نیست، جون گربه رو میگیره. به من دست نزن. تنها راه حلی که به ذهن تو رسیدیم بود که از هم جدا بشیم. به من گفتی طلاق بگیریم، مگه نه؟ منم بهت گفتم حالا که تنها راهی که میدونی اینه. ای والا قبول میکنم. باشه، الانم نمیخوام کنار مردی بمونم که منو فقط به خاطر بچه میخواد. فهمیدی فرهاد؟ میمونی؟ نمیمونم. میمونی؟ چطور باید بمونم اینو بگو ها؟ میخوای منو تو طویل زندونی کنی؟ آره، تنها راه حلی که بلدی همینه، چون کار دیگه ای بلد نیستی. اینو به من بگو. فرض کنیم اون کاری که میخوای و میکنی، طلاق نگرفتیم، بچه رو به دنیا آوردیم، بزرگ شد، میخوای به بچه پسر یا دختر، بهش بگی من تو رو نمیخواستم. اما اگه امروز زنده ای جلوم وایسادی و تو چشام نگاه میکنی، به خاطر وجدان مادرته. اینطوری میخوای بگی؟ میتونی اینا رو بگی؟ نمیتونم بگم. نمیتونم. خب چرا؟ چرا نمیتونم بگم؟ میتونم ببینم کی را میره؟ من حتی اینم نمیتونم ببینم. میتونم ببینم کی میتونه اسم منو صدا بزنه و بگه بابا؟ حرف زدنش، این که به من یه چیزی بگه رو میتونم بشنوم؟ من میتونم اینا رو تجربه کنم؟ نمیتونم. من هیچ کدوم از اینا رو نمیدونم. داد زدی که کسی برات نمونده، ولی من اینجا بودم. میدونی؟ واقعا اینجا بودی؟ بهم جواب بده فرهاد. اینجا بودم. از کجا بودی؟ گم شدم. منو از دست دادین. من تو همچین دنیای زندگی میکنم، یعنی تو یه دنیای گم و گور زندگی میکنم. آره، چی کار کنیم اصلی؟ دست صورتمونو بشوریم بگیم این بازی تمومه؟ اینو میخوای مثل تو فیلم ها؟ تو یه شهر کوچیک یه خونه داشته باشیم، تو حیات خونمون بچه ها با توپ بازی کنن و اینجور چیز. آره، اینطوری میخوای؟ تو اینطوری میخوای؟ مثلا چند تا؟ دو تا، سه تا، چهار تا. راستش من بچه ها رو خیلی دوست دارم. البته تو اینو نمیدونی. یه چیزی بهت بگم، از این خیالات دست بکش.
اگه خیالاتو باور کنی واقعی میشه. تو اینا رو باور کردی؟ باور کردم، یعنی باور کرده بودم تا اینکه با اون چشمای سردت اومدی جلو، با صورتی که شبیه دیوارای دادگاه بود، تا زمانی که گفتی امیدوارم برای سقط کردن بچه دیر نشده باشه. اما راست میگی، من باید به اینم فکر میکردم که در واقع فرهاد خان بچه ها رو دوست داره، میخواد. باید به این فکر میکردم. حق داری، خیلی حق داری. خاله اجازه است؟ بیا آبدین، بیا. خاله ببین، من نمیدونم چطوری بگم، اما ببین واقعا چیزی نیست که نگران باشی. من و گلسوم خوابیدیم، واقعا چیز بدی نیست. منم همینطوری فکر میکنم آبدی، نگران نباش. اما وقتی شما رو اونطوری دیدم اولش یکم نگران شدم، یعنی تعجب کردم، وگرنه بین تو و گلسوم چی میتونه باشه؟ مگه نه؟ البته خاله، تو در حق گلسوم برادری کردی، دست تو دراز کردی و ازش حمایت کردی به خاطر نجدت، هم به فرهاد هم به یید قول دادی، مگه نه پسرم؟ البته همینطوره. به گلسومم زیاد فشار نیار خاله. باشه، من بازم معذرت میخوام، الانم یکم کار دارم، من برم. برو به کارت برس. ممنونم خاله. خدایا خودت کمک کن این دختر دوباره اشتباه نکنه. اولیا، باز چی شده؟ چرا خونه رو گذاشتن سرشون؟ فکر کنم اصلی خانم آقا فرهاد دارن یه کمی بحث میکنه. نه دعواشون تمومی داره، نه مشکلاتی که برای ما درست کردن. حالا که از مشکلات گفتم، خواهرزاده عروس کجاست؟ چی کار میکنه؟ نکنه خوابیده؟ نمیدونم، وقتی میومدم پشت سرم بود، گفت صبونه آماده است یا نه، بعد برگشتم دیدم نیست. ولشون کن، تو برو نامیکو صدا کن. چشم. بیا. سلام. من خواهرزاده اصلیم. خوبه، اگه اجازه بدی یکم کار دارم. من فقط اومده بودم یه سلام بهتون بدم. اسمم جولیده است، یا هرچی که تو بخوای همونه. دنیا چقدر کوچیکه، مگه نه؟ تو اینجا چی کار داری؟ گفتم که خواهرزاده اصلی هستم. نکنه از دیدن من خوشحال نشدی؟ وقتی اون موقع اونقدر به هم پول دادی، من فکر کردم خیلی ازم راضی بودی. میگم آقا نامیک، برای صبونه تشریف نمیاری؟ البته که میای، خیلی گرست نمونه، مگه نه امون نامیک؟ الان میای. بریم.
وایسا ببینم. اوه، چرا اونطوری نگاه میکنی؟ آروم، هنوز وقت داری. از این به بعد همیشه کنار هم. بگو ببینم تو دنبال چی هستی؟ نکنه ترسیدی؟ نترس، بزنت از فندقایی که شکوندی چیزی نمیگم. هرچی بین ما بوده بینمون میمونه. قول میدم کسی هم ناراحت نمیشه. خوبه؟ از حواست باشه اعصاب منو به هم نریزی. همچین نیتی ندارم. خوبه، مهمونیت هم زیاد طولانی نشه، فهمیدی؟ حتی دست خالتو بگیر از اینجا برو. یه لحظه وایسا، تو با خالم مشکل داری؟ خیلی سوال میپرسی. باشه، سوال نمیپرسم. هرچی باشه وقتمون زیاده. عمو جون، حرف میزنی. بریم صبونمونو بخوریم. عمو نامیک. بیا. تو هم فقط میتونی بری. میری، همیشه میری. منم همیشه پشت سرت منتظر میمونم. میری میزنی میشکنی خراب میکنی تا اینکه توی خلوت گیرت بندازن و بکشنت. از من چی میخوای؟ اصلی اینجا بشینه و منتظر بمونه که آیا امروز شوهرش سالم بر میگرده خونه یا بر نمیگرده. اگه پسرم بپرسه اون وقت چی بهش بگم؟ بگه مامان امشب بابام سالم میاد خونه. منم بگم نمیدونم پسرم، امیدوارم. همین الان به اون وکیل زنگ بزن. زنگ نمیزنم. زنگ میزنی. زنگ نمیزنم. زنگ میزنی. بگو پشیمون شدیم، زود باش. ما پشیمون شدیم؟ آره، من پشیمون نشدم فرهاد. اگه تو طلاق نمیخوای پس فقط یکم بیشتر طول میکشه، اما همش همینه. وقتی تو شکمت بچه من هست. اون بچه تو نیست، بچه ماست. فهمیدی؟ بچه ماست. منم همینو میگم. اینو نمیگی. نه اینو نمیگی. میگی مال منه، مال من. پس من چیم؟ من چیم؟ من دستگاه زایمانم. من زنم، میفهمی؟ از من چی میخوای؟ بگو ببینم، تو از من چی میخوای؟ خودتو، خودتو. اما ببین اینم هیچی عوض نمی کنه. عوض نمی کنه. عوض نمی کنه. Hey!